أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. انشاءالله همه تون در عصر ظهور حضرت ولی عصر باشین و خدمتگزار اون دولت باشین. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک دوستانی بر من نامه میدن، نامه بر من با زحمته، یکی چیزی که نامه رو گم میکنم، یه وقتی اون آقا نامه میده بعدم میره صاحبش گم میکنه، یه وقت اصلا نشونی ننوشته، مشکل. خلاصه محض رضای خدا نامه بر من ننویسین. اگر به سایت بنویسین انشاءالله به فضل خدا جوابشو میدیم انشاءالله. اون چه دیگه مجبورم جواب میدم، اما وقتی نامه به دست خودم میرسم تازه نامه پیدا کردم 4 صفحه است. خدای من تا این 4 صفحه رو بخونم و بخوام جواب بدم میگه مثلا یه شب از چیزم رفته. خلاصه مشکله. این یکی. یه آقای دیروز آمد، اون هفته پیش آمده بود، یه مشکلی داشت. خب مشکلش هم مشکل بود، یعنی اومده بود اولا بالا پشت در که یه مسئله حیات مماتیه. من چیکار کنم؟ بعد اومدیم خلاصه اینجا، خودش اومد جلو گفتش چیه، مشکل بود یعنی جدا مشکل بود. بعدم زیارت آل یاسین شروع شد، صبر کنید تموم بشه. راه نکرد، خیلی من اذیت شدم. بعدم پیش خودم بعد پیش خودم فکر کردم که آقا خب من جواب اینو میدادم، دارم نمیخوندم، بله حاجت برادر مؤمن رو آدم برآورده کنه بهتر از دعاست. البته من دارو برای ثوابش که نمیخونم که بگیم خب این ثوابش بیتره اون ثوابش کمتره. حالا در هر صورت بعدم اون آقا عجله داشت، خب صبر کن تو بعد از دعا، 5 دقیقه طول میکشه، 10 دقیقه طول میکشه، صبر کن تا بعد از مثلا خب بعد از دعا من باید بیام خدمت شما صحبت کنم دیگه، پس صبر کن تا بعد از اون میشه مثلا 3 ساعت. نه عجله دارم. خیلی من اذیت شدم، مثلا میترسیدم دیگه نتونم صحبت کنم خدمت شما. مرحوم عموی ما میگفتش که ما تو این روزه یه اتاق کوچولو بود، مثلا فرض کن به اندازه اینقدر، شاید به اندازه اینقدر، که اتاق مرحوم جد ما بود، همونجا روزه همونجا بود. ایشون گفت ما 3 استکان داشتیم بر چای مردم، 3 استکان داشتیم. گفتیم آقا یه 2 تا 3 استکان دیگه بخریم که بشه 5-6 تا. گفتیم مردم که برای چایی نمیان، که مردم برای روزه میان. بعد یه جایی وقتی ایشون تو راه برخورد کرده بود به یه جمعیتی که از یه هیئت می آمدن، بنظرم 30-40 نفری 20-30 نفر نه هم چند تا یه عددی بودن، همه هم سلام کردمش که شما وقتی من از اینجا میام تو اینجا مثلا الحمدلله امروز کمتر بود، یه مثلا 20-30 سلام میکنی من نمیتونم جواب بدم، وقت یه واجب از دست من میره، یعنی یه گناه برام می نویسن، لازم نیست سلام کنی.
همون که میگن صلوات بشین، من صلوات بفرستین که گرفتار سلام شما من نباشم. در هر صورت بهشون سلام کردم، گفت اون آقای که داستان رو نقل میکرد، گفت وایساد بایی میگفت سلام علیکم سلام علیکم، اونا گفتن رفتن. من چیکار کنم؟ دو مرین بودو هم دونه دونه یخه رو بگم بگم سلام علیکم، نمیشه که. پس اینقدر سلام نکنی. بعد به نظرم همونجا گفت خدایا یه جوری کن منو فقط یه روزه خون مردم بدونم، نه چیز دیگه. اگه عالم بزرگ بدونم وقت میخوان سلام کنن، میخوان مثلا فرض کن دستش ببوسن، باید سهمت میشه. همش ترسش این بود که من روز قیامت از من سوال میکنن فلانی سلام کرد چرا جوابش ندادی؟ با من چیکار کنم؟ 30 نفر من سلام کردن، من نمیتونم تسبیح بندازم برای جواب سلام ها. نمیشه. حالا منم علی شما محض رضای خدا من از اونجا میام تا اینجا یا برمیگردم سلام نکنیم. محض رضای خدا. چند تا شد؟ آقا باید بخیر باشین انشاءالله. نمیتونم من چرا نشونی رو گم کردم؟ فعلا آیات مقدماتش رو ترجمه میکنم تا به اون اصلمون برسیم. اگر خدا کمک بکنه یه چیزی من عرض کنم خدمت شما. من کفر بالله من بعد ایمانشی، اگه کسی بعد که یه روزی خدا رو قبول داشته، پیغمبر رو قبول داشته، قیامت رو قبول داشته، برگرده همینا رو بذاره زیر پا، خب خیلی بده. الا من اکره، مگر کسی مجبور بشه. آیه در مورد جناب عمار آمد نازل شده که از بس شکنجهش کرده بودن هرچی اونا میخواستن گفت، زیر شکنجه گفت. بعدم خیلی ناراحت که من به باد فنا رفتم، اومد خدمت رسول خدا و عرض کرد و این آیه در مورد نازل شد. مگر کسی مجبور بشه؟ اگه مجبور شد یه چیزی گفت نداره، محاسبه نمیشه براش. آقا هر حرفی شما بزنی بدتر از شما بنده، هر حرفی بزنم وای میسونن میگن این حرفو چرا زدی. الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان، واقعا معتقد بوده از بس شکنجه سخت بوده یه چیزی از دهنش در رفته گفته، عیب نداره. ولیکن من شرح بل کفر صدرم فعلیهم غضب من الله، هر کس که کفر رو کاملا پذیرفته دیگه هیچ شک نداره در کفر، وای به حال آدم که من دیگه یه روزی قبول داشتم همه چیزو. خب آدم میشه بدون مقدمه مؤمن بود، خدا رو قبول داشت، قیامت رو قبول داشت و بعد رفت کافر شد؟ نمیشه. یه مقدماتیست. مقدمات من خب مقدمات من خودم عمل کردم. مثلا رفیقام عوض شدن، اگه رفیقام عوض شدن یه روزی بود رفیقام مسلمان و مؤمن بودن بعد عوض شدن، رفتم توی جمعی که اونا هیچ جور قبول ندارن. آقا آدم رنگ میگیره. اینو دارم میگم برای جوانا، آدم رنگ میگیره. دانشگاه میره، معلم یه حرفی میزنه، رفیقم یه حرفی میزنه، هم کلاسی یه چیزی میگن، من هم میگم اه اه یک دو سه شک 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 شک، تبدیل میشه به بی‌اعتقادی. آدمات خودش از خودش، خودش از خودش مواظبت کنه. آدمات خودش از خودش مواظبت کنه. اگه روزی شما رفتی دانشگاه تو این کلاس دیدی اگه بمونی به باد فنا میری، نباید بری. خب نباید بری، بودن تو اون کلاس حرامه. اگر پیش اومد هر چند زمان میگذره دانشگاه های شما رالا که من شرح به کفر صدرم کاملا پذیرفته، دلش قرص شده است به کفر، در برابر اون وقتی که دلش قرص بود به خدا و پیغمبر. علیهم غضب من الله، اینا حرفای اصلی من نیست.
ولهم عذاب عظیم. ذالک بأنهم استحبوا الحیاة الدنیا علی الآخره. آدم وقت اینجوری میشه که آخرت را بر دنیا، بخش دنیا را بر آخرت ترجیح داده، دنیا را بر آخرت ترجیح داده. همه که چند سال دنیا، چند سال آقا؟ 70 سال. چی؟ اگه من کفر رو انتخاب کردم، حالا 70 سال چی؟ ذالک بأنهم استحبوا الحیاة الدنیا علی الآخره. حیات دنیا را، زندگی دنیا را کرد که مثلا حد اکثر شما 70 سال 80 سال هستش آدم دیگه، بعد چی میشه؟ وای به وقتی که خدایی نکرده، میگیم خدایی نکرده آخرتی باشه. یه فرماشی حضرت صادق فرمودن به اون نفر ابن عبل اوجا که ملحد بود، فرمودن که دنیای ما و شما که خیلی با هم فرق نمی کنه که. کسی مؤمنه مثلا گرسنه میمونه تمام عمرش؟ نه. بیخونه میمونه تمام عمرش؟ نه. محترم نیست تمام عمرش؟ نه. حالا یه ذره فرق داره، یه ذره ممکن تو یه ذره بیشتر داشته باشی، یه ذره من بیشتر داشته باشم. باور کنید اون کسی که مؤمنه راحتی خیالش بیشتره، دغدغه خاطرش کمتره. خب بعد چی؟ اگه اونی که باشه که ما میگیم، تو خیلی ضرر میکنی. آدمی که با کفر و زندق از دنیا بره میشه ابد، یه ابد بلا و سوالی که من نهم مستحب الحیات دنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم. اگه کسی دنیا رو بر آخرت ترجیح داد، به نظرش این مهم بود، به نظرش اون هیچی نبود، اون حرف درستی نبود، اون دروغ بود، این آدم اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم، قلبشون مهر شده و سمعهم و ابصارهم، گوشاشون هم مهره، مهر خورده، این گوش دیگه نمیشنوه. نه نمیشنوه ها، این از نظر فیزیکی میشنوه، اما حرف ادراک نمیشه. آدم ها شما دیدیم علا قلوب هم و سمع هم و ابصار هم، چشمش میبینه نمیفهمه، مثل این که چشم ندیده. بعد و اولای که هم الغافلون، اینا کسانی هستن که غافلند. حرف از اون همینجاست. میخوام عرض کنیم که آدم از وقتی که یه سر سوزن ایمان تو دلش اومده، اینو دقت کن، از وقتی یه سر سوزن تو دلش ایمانه، اما هستش ها، از وقتی یه سر سوزن در دل آدم ایمانه، یه ذره، حالا میگیم یه ذره تو دل آدم ایمانه، از اون لحظه آدم یه افکاری داره که اگه این ایمان رو نداشت، این افکار رو نداشت. مثلا یه لحظاتی از خدا میترسه، فکر میکنه، ترس تو دلش میاد. یه لحظاتی به خدا امیدوار میشه، در حالی که وقتی که ایمان نداشت، نه اون امیده بود نه اون ترسه. یه لحظاتی دل به خدا میده. دل دادن یعنی چی؟ اگر ایمان باشه ها، یه لحظاتی آدم به خدا دل میده. سه تا وجه داره: ایمان به خدا، یا ترس از خداست، یا امید به خداست، یا دلبستگی به خداست. خب در ترس از خدا یاد خداست، در امید به خدا یاد خداست، در دلبستگی به خدا یاد خداست. سومی از همه بیشتر، بهتر، بالاتر. اگه ایمان نداره هیچ چینا نیست، نه که شما اسم خدا رو بیاری میفهمه
چیزی تو دلش ایجاد نمیشه، نه ترس ایجاد میشه، نه امید پیدا میشه، نه بستگی. دل هیچ خبری نداره کاملا. حرف آدم میشنوه دیگه. یه فیلسوفی با یه فیلسوفی، من بحثشون رو با هم دیگه رو خوندم توی مثلا تلویزیون لندن با هم بحث کردم. این فیلسوف خدا پرست بود، معتقد بود، فیلسوف الهی بود، اونم مثلا اونوری بود. بحث کردم. ببینید وقتی که این آدمی که معتقد نیست بحثو داره میکنه، تو ذهنش این فکر میاد، یعنی نام خدا رو میشنوه، میفهمه، تصور میکنه، اما تو دلش هیچی نیست، بیخبره. دل بیخبره. دل یا میترسه یا امید داره یا محبت داره، یکی از این ستا. جایگاه ترسه، جایگاه امیده، جایگاه محبت. اگر ایمان باشه اینا هست. به مقداری که آدم ایمان داره، به مقداری که آدم ایمان داره ترس داره، به مقداری که ایمان داره امید داره، به مقداری که ایمان داره عشق و محبت داره. اگه نداره هیچ از اینا نداره. تو ذهن خیالش، تو ذهن خیال مهم نیست. ببینید شما یه نماز میخونی، تمام مدت، حالا برفرض، تمام مدت فکر میکنی، داری اون حرفایی که میزنی فکر میکنی. این البته حالا یه ذره هست، اما اون وقتی اون یاد اصلی نماز هستش که تو دل آدم چیزی باشه، با نماز، با دلش داره نماز میخونه. اگه در دل، دل در نماز شرکت نکنه، اگه دل در نماز شرکت نکنه، یه نماز آدم به غفلت خونده. یا نه، حالا از این پایین میایم، میگیم بله در حد اقل ممکن نماز حضور قلب بوده، در حد اقل ممکن. حد اقل ممکن اونیست که تو ذهن خاطر آدم یاد نماز هست. خب چرا فقط تو دل میشه؟ نمیشه. اولاک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولاک هم الغافلون. اینم باز حرف اصلیمون نبود، حرف اصلی تو دومیه، تو آیه بعده. لاجرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. لاجرم یعنی چی؟ بارک الله. ناگزیر، ناگزیر اینها در آخرت در شمار خاسرانند، آنها که باختن، ضرر کردن. یادتون باشه قرآن، من عرض کردم براتون، فهمیدن یه تجارته، این زندگی شما یه تجارته، تو این تجارت سود میکنی یا ضرر؟ به چه دلیل سود میکنی؟ به چه دلیل ضرر میکنی؟ اینجا میفرمان لاجرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. چرا؟ اولاک هم الغافلون. آدمی که قیامت رو قبول نداره اولاک هم الخاسرون. کسی که خدا رو قبول نداره اولاک هم الخاسرون. کسی که آیات خدا رو قبول نداره اولاک همون خاسرون، اولاک همون غافلون، اولاک همون خاسرون. اگر اون اعتقادی که تو دله اونو من ندارم، اولاک همون غافلون. و سرانجام وقتی از این عالم میره باخته. ببینید تمام سرمایه ما، این حرفیست که بزرگان میگه، تمام سرمایه ما عمر ماست. در این عمر تجارتی کردی؟ تجارت چی بود؟ من چی تجارت کنم؟ یعنی در این معامله و دادستان میگه چی به دست بیارم؟ یه اعتقاد، یه ایمان. اگه ایمان به دست آوردم، بردی، سود کردی، در این تجارت سود کردی. اگر نه نه، اگر نه نه،
ایمان به دست آوردم، سود کردی. اونی که اولا اصلا در آخرت میذارن تو ترازو با اون سود و زیان شما معلوم میشه، ایمان شما میشه. یادتونه؟ اعتقادات آدم میذارن تو ترازو، اخلاق آدم میذارن تو ترازو، اعمال آدم میذارن تو ترازو. من تمام عمرم نماز خوندم اعتقاد نداشتم، به درد میخوره. از این اخلاق های نوع اخلاق های اروپایی، نوع اخلاق های اروپایی با نوع اخلاق های ما فرق میکنه. شما برسه یه اعتقادی به مردم خدمت میکنی، یه اعتقادی. اونجا اون دوستمون در مورد تواضع پرسید، اگه شما تواضع میکنی برسه یه اعتقادی تواضع میکنی، اگه گذشت میکنی برسه یه اعتقادی گذشت میکنی. خب این گذشتی که برسه اعتقاده به درد آخرت میخوره. نمیدونم اون چی بود دیگه، مثلا سخاوتی، فرض کن سخاوتی که بر اساس اعتقاد میکنی به درد میخوره. این کارخانجات بزرگ مثلا اون ثروتمندان بزرگ اون ور عالم اینا یه کارهای خیر میکنن، اما بر اساس اعتقاد به آخرت نیست، برای که کارشون بگذره. حالا اسم نمیخوام ببرم، اونا مثلا کارخانجات فلان یه مراکز مثلا علمی دارن، بارکالله یه مراکز ممکنه مثلا بهداشتی داشته باشن، از اینجور مثلا فرض کن آزمایشگاه های بزرگ دارن، در اختیار دانشمندان مثلا بزرگ قرار میدن، حقوق اون دانشمندو میدن در حد اعلی، اون آزمایشگاه هاشون در درجه اعلاست، در جهان نظیر نداره، همم زارن دارن فرض کن روی سرطان کار میکنن، 100 تا مثلا طبیب درجه اول، 1000 تا طبیب درجه اول توی آزمایشگاه دارن روی سرطان کار میکنن، کارهای عظیم میکنن. اما خود چی؟ برای چی؟ خدمت داره به مردم میکنه، داره پول خرج میکنه، اما نه بر اساس اعتقاد به آخرت. بنابراین این به آخرت نمیره، این خدمت ها، این کارهای خوب به آخرت نمیره. اما شما فقط یه قرونی دادی، مثالا یه قرونی دادی، اگر بر خاطر خدا دادی این به آخرت میره. چی عرض میکردن؟ اون اعتقاد ایمان شما اصله، همه چیزای بعدت بر اساس اون، بر اساس اون معیار قیمت پیدا میکنه. به خاطر ترس از خدا این کارا رو کردی، یه درجه داره، درسته؟ اگه بر اساس امید به خدا بوده یه درجه دیگه ای داره، اگه بر اساس محبت خدا بوده یه درجه بالاتری داره. همه اعمال شما بر اساس ترس بوده یا بر اساس امید بوده یا بر اساس محبت بوده، درجه درجه درجه. اون اینا نیست، هیچی، همین تو این دنیا میمونه. ثمر می داره ها، کار خیر هیچ وقت بی ثمر نیست، ثمرش تو همین دنیاست. چه عرض میکردم؟ همه زندگی ما سود بخش است، همه زندگی ما سود بخش است، همه کارهایی که میکنی سود داره، بهره مند میشه از کارات، همه عمرت سود داره، از عمرت بهره مند میشی. این خیلی ها وقتی دارم از این دنیا میره میگن، مثلا میگم، مثلا میگن 80% عمرت به باد رفته، مثل یه تاجری که 80% سرمایه خودش رو از دست داده. یا نه، همه دنیا سود داشته، همه عمرت سود داشته. اون وقتی که آدم اینجا، ما هزار جور فکر میکنیم، عرایزی که من عرض میکنم الان تو ذهن شما یه فکر رو ایجاد میکنه، بعدم نماز میخونیم و بعدم با هم میشینیم میگیم و خندیم و قواعد مجلس جوانان و نوجوانان به سرعت تبدیل میشه به مجلس صحبت و خنده و این حرفا.
همه فراموش میشه. اما یه وقت آدم میرسه به واقعیتش، بنده از شما جلوتر، شما بعد. میرسیم به واقعیتش، آدم میزنه تو سرش، میگه چرا؟ یه قومخش ما داشتیم داییم، خیلی مرد خوبی بود، خیلی خوب بود، هم در رفتار اعمال شخصیش، هم در خدمت به مردم، همه کارهایی که میتونست میکرد. بعد از فوتش گفته بود پشیمونم، بیشتر از این میتونستم کار کنم. من چند تا مسجد فرض کن شاد ساخته بود، چقدر کارهای خیر کرده بود که حالا هنوزم جاریه، کارهای خیرش هنوزم هست. بیشتر میتونستم کار کنم. حالا میزنه تو سرش که بیشتر من میتونستم کار کنم. میدونستم نیمی از عمرم که به بازی گذروندم بازی نکنم، کار کنم. من میشنم پای تلویزیون پرسون یه مسابقه فوتبال 90 دقیقه با مقدمات و آخراتش یه ساعت، یه ساعت و نیم، همش به باد رفت. یه ساعت و نیم به باد رفت دیگه. از این یه ساعت و نیم ها، یه ساعت ها، نیم ساعت ها، دو ساعت ها، یه روزا، دو روزا، در روزا به باد رفته ما زیاد داریم. لا جرمه انهم فی الاخرت هم الخاسرون. چرا؟ اولاکه هم الغافلون. غفلت ضرر به بار میاره، ضرر به بار میاره. بخش هایی از عمرش آدم به خاطر غفلت از دست میدهد، به باد میدهد، به باد فنا. السلام علیک یا ابا عبد الله اهل الارواح التي حلت بفنائك. اهل الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.